پلیس محلی شهر نیویورک در آمریکا اعلام کرد که یکی از مساجد این شهر هدف گلوله قرار گرفته است این مسجد که در محله برانکس شمالی ترین محله شهر نیویورک و در شمال منحتن واقع شده سه بار مورد اصابت گلوله های ساچمهی قرار گرفت به گفته کارگاهان شلیک گلوله از سمت یکی از ساختمان روبروی این مسجد از طرف دیگر خیابان صورت گرفته است. گفته می شود این مسجد در روزهای هشتم جوان و سیومه می نیز توسط فردی ناشناس هدف شلیک گلوله های قرار گرفته بود که پلیس موفق به دستگیری هیچ مزنونی در این زمینه نشده است. حبیب تراوالی معاون مرکز فرهنگی و از مسئولان فروشگاه مجاور مسجد که 64 سال سن دارد گفت یکی از این گلوله ها پنجره فروشگاه وابسته به مسجد را سوراخ کرد و گلوله دیگر نیز یکی از نمازگذاران که خارج از مسجد ایستاده بود را از ناحیه گردن مجروح کرد ولی خوشبختانه جراحت وی سطحی است این مرکز نیز بلافاصله این حادثه را به پلیس گزارش داده است یکی از مسلمانان که در هنگام شلیک به این مسجد داخل آن بوده میگوید شاید دلیلشان از این کارها این است که از مسلمانان خوششان نمی آید و احتمالا اگر اسلحه واقعی داشتند تا الان ما را کشته بودند شاین ذکر است با اقدامات تروریستی سنی های تندرو به نام اسلام و مسلمانان و نیز گفتمان اسلام حراسانه و اسلام ستیزانه برخی از مقامات کشورهای غربی اسلام حراسی در بین مردم عادی رشدی بی سابقه یافته و مسلمانان را به شدت نگران کرده است.